دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پی حمله به نمازگاران شیعه در هرات خواستار اقدامات فوری به منظور حفاظت از جان شیعیان و هزاره های این کشور شدند. در ادامه به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به گفته منابع خبری، دوشنبه شب 10 اردیبهشت پس از ادای نماز مغرب در شهرک محمدی شهرستان گذره در استان هرات، هنگامی که نمازگزاران از مسجد به طرف خانه هایشان می رفتند، هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. سال گذشته نیز در یک حمله مسلحانه در منطقه هزاره نشین جبرئیل در ناحیه 13 شهر هرات، دست کم 5 نفر از جمله 2 عالم دینی برجسته شیعیان شهید و 3 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 3 عالم دینی دیگر شیعه در 2 حمله دیگر در جبرئیل و شهرستان انجیل هرات به شهادت رسیده بودند. مسئولیت این حمله و حملات مشابه را تا کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. در حدود 2.5 سال گذشته که طالبان قدرت را به دست گرفته، دست کم 6 روحانی هدف اقدامات تروریستی قرار گرفتند. شیخ رجب اخلاقی، خادم حسین هدایتی، عید محمد اعتمادی، محمد محسن حامدی، محمد تقی صادقی و در حمله اخیر هم امام جماعت مسجد امام زمان مشهور به شیخ جاوید از جمله روحانیونی هستند که طی این حملات به شهادت رسیدند. گفتنی است که قبل از حاکمیت دوباره طالبان نیز روحانیون شیعه هدف حملات مرگبار قرار گرفته بودند. در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در کنار نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به موضوع امنیت شیعیان و هزاره های این کشور پرداخته شد و تاکید گردید که آنها هم از سوی حاکمیت طالبان و هم گروه های دیگر در معرض تهدید قرار دارند. جبهه آزادی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت حمله اخیر تروریستی هرات نوشت این رویداد در پی سلسله حملات زنجیره‌ای خونینی اتفاق افتاده که توسط گروه‌های تروریستی تحت حمایت گروه طالبان با هدف دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای علیه شهروندان هزاره، اهل تشیع و دیگر اقوام افغانستان صورت می‌گیرد. این نهاد مخالف طالبان گفته گروه‌های تروریستی اکنون از حمایت مستقیم امنیتی و تجهیزاتی طالبان بهره‌مند هستند و با خیال راحت شهروندان شیعه و هزاره را به رگبار می‌بندند و پس از کشتار گروهی مردم بیگناه و بی‌دفاع بدون هیچ دغدغه و نگرانی از هیچ نوع پیگرد و بازخواستی هراس ندارند. جبهه آزادی افغانستان از جامعه جهانی و بازیگران منطقه دخیل در منازعه جاری در افغانستان خواست تا از تداوم سیاست تعامل و باجدهی به طالبان دست برداشته و شریک اقدامات ضد حقوق بشری آنان نشوند. گفتنی است که در اعتراض به این رخدادها کاربران فضای مجازی به ادامه نسل کشی شیعیان و هزاره ها کمپین هایی را مجدداً راه اندازی نموده و خواستار اتخاذ راه حل اساسی و پایان دادن به این گونه اقدامات شده اند.